آقای فردی قطب نما دستش نیست که جهتیابی بکنه. به همین دلیل ضمن عدم آشنایی با توانایی هر فرد به هدایتیابی و ارشاد شدن و نیل به کمال، آقای فردید میگه که همه این چند میلیارد آدمی که الان دارن روی زمین زندگی میکنن، اینها همه تحت سیطره نفسشونن و تحت رقیت طاغوت قرار دارن. به همین دلیل تمام تمایلاتشون، تمام خواسته هاشون نفسانیه، فلزا شیطانیه و راه حل این قضیه اینه که دوره عوض شه، نه اینکه فرد عوض شه. دوره باید عوض شه، یعنی یه دوره تاریخی باید بره کنار، یه دوره تاریخی دیگه جاش بیاد. دوره‌ای که من و شما داریم الان توش زندگی میکنیم، همه ما نفسگرا هستیم. به همین دلیل وقتی میخواییم از حقوق خودمون به عنوان انسان دفاع کنیم، به عنوان بشر دفاع کنیم، از حقوق بشر دم میزنیم، از نظر آقای فردی این حقوق بشر حقوق طاغوتی به شمار میره، حقوق نفسانی به شمار میره، حقوق شیطانی به شمار میره که نباید مراعات بشه. یعنی نتایجی که افکار فردی داره حیرت انگیزه، خطرآفرینه، خوفناکه و پیروان فردی متوجه این قضیه نیستند که افکار فردی درست در جهت مقابل تربیت پیغمبران، انبیا و اولیا قرار داشته، درست در جهت مقابل و متضاد قرآن مجیده، درست برعکس قرآن مجیده، درست برعکس سنت انبیا. اما چرا فردید به این وضعیت در اومده؟ دلیلش اینه که خود فردید یه شخص غرب زده است. وقتی فردید میگه من با هایدگر هم سخنم و این رو همه شاگردای فردید ازش نقل کردن، هایدگر که پیغمبر نیست، هایدگر که شاگرد پیغمبر نیست، هایدگر که مرشد معنوی نیست، هایدگر که اهل ایران یا عراق یا کشورهای شرقی نیست، هایدگر یه فیلسوف غربیه که داره تو غرب زندگی میکنه. آقای فردید میگه من با هایدگر همسخنم. آقای فردید خودش رو همجهت با هایدگر میدونه که هایدگر اعظم فلاسفه غربه، بعد اون وقت میخواد از این نقطه با غرب ستیزه بکنه. چطور میشه که یک غرب زده بخواد با غرب زدگی ستیزه بکنه؟ چطور میشه که یک غرب گرا با غرب گرایی بخواد ستیزه کنه؟ اگر که هایدگر میاد و میگه ما در پایان جهان وایسادیم، اون نظر به جامعه مصرفی داره، اون نظر به انسان یک بعدی داره. میگه انسان یک بعدی در تاریخی مبتنی بر اعتبار دادن بر مصرف، تولید و مصرف، تولید دست سرمایه داره، مصرف دست توده مردم، این جامعه رو به زوال و انحطاط داره، اما از درونش یک موجود جدیدی متحول و زاییده میشه که جامعه یکی انسان دو بعدی توش زندگی میکنه که درک میکنه که خواسته هایی داره که در جامعه مبتنی بر تولید کالا و مصرف اون کالا که حول محور سرمایه و پول میگرده نمیتونه پاسخ داده بشه.
اینجاست که عبور میکنه به جانب ارزش‌های معنوی، به جانب عرفان. این اون جامعه ایه که مثلا آندره ملوهو میگه قرن 21 یک قرن میستیکه، یک قرن عرفانیه، یا اینکه نخواهد بود. یعنی ضرورتا انسان به معنویت گرایش پیدا میکنه چون عبور میکنه از جامعه مصرفی. مقصود هایدگر از این که ما در پایان جهان ایستادیم، یعنی پایان جهانی که بر محور پول، بر محور سرمایه، بر محور تولید و مصرف، بر محور جامعه مصرفی میگذره و بسیاری از توانایی های جوهری انسان ها شکفته و شکوفا توش نمیشه، عبور میکنه به جامعه عرفانی. یعنی جامعه ای که انسان به لحاظ بیمه های درمانی، به لحاظ تأمین حداقل معیشت انسانی، به این لحاظ ها تأمین نسبتاً، و بعد میپردازه به پرورش خودش. این قسمت ها رو آقای فردی تو پیام فلاسفه غرب متوجه نشده. یعنی از هایدگر ایشون پل دوباره میزنه به نیچه، میره شروع میکنه راجع به نیچه صحبت کردن و بحث اراده معطوف به قدرت، که میرسیم به فاشیسم، میرسیم به نازیسم، میرسیم به تک حزبی، میرسیم به سرکوب مردم به بهانه های مختلف، میرسیم به برتری نژادی یا برتری عقیدتی، یعنی فاشیسم. اینها افکار آقای فردید رو تشکیل میده. فردید یک عمر دم از غرب زدگی و مبارزه با غرب زدگی و کشیدن پرده از چهره غرب زدگی زد، اما خودش غرب زده بود، خودش هایدگر زده بود، ضمن اینکه هایدگر درست متوجه نبود که چی گفته، خودش نیچه زده بود، ضمن اینکه نمیدونست نیچه چی گفته. آقای فردید تلاشش این بود که یه جای پایی در جهان فلسفه برای خودش پیدا بکنه. میگفت برای اینکه ما بفهمیم که مثلا هایدگر چی گفته، هایدگر رو میومد وصل میکرد به امام زمان و بعد به انقلاب 1157، انقلاب ضد سلطنتی مردم ایران، و میگفت این انقلاب 1157 همون جوری که هایدگر گفته در تداوم دیدگاه های هایدگر میرسه به جامعه موعود منتظر و انقلاب جهانی موعود. این حرفا آمیخته، در هم آمیخته و مغشوشه. آقای فردی دقیقاً، شنوندگان عزیز، عزیزان من، آقای فردی دقیقاً به علت این که نتوانست تا آخر عمرش جای پایی در فلسفه برای خودش پیدا بکنه وارد اتیمولوژی شد، چون در فیلوزوفی جا نتونست پیدا کنه، نتونست موقعیت خودش رو بشناسه و بشناسونه، حداقل به خودش نتونست. هرچی میگفت شاگرداش میپذیرفتن، اما خودش سرگشته و حیران بود. به همین دلیل وارد اتیمولوژی شد، تصمیم گرفت دایره المعارف لغات بنویسه، تصمیم گرفت که نمیدونم بررسی تطبیقی میان لغات بکنه، میان واژه ها بکنه، به ریشه شناسی واژه ها بپردازه، از اونجا سر در آورد. اما چرا آقای فردید به این نقطه رسید؟ بنده عرض میکنم خدمت شما مستمعین عزیز، علتش اینه دوستان که واژه، لغت، کلمه سوبژکتیوه، عینیت نداره. شما در ذهن خودتون میتونید واژه ها رو بچرخونید، هر جوری که بخواید میتونید بچرخونیدش، و آقای فردید واژه ها رو تو ذهنش میچرخونه.
میچرخون و به حساب خودش برای واژه ها ریشه یابی میکرد. یه موقع ریشه یه واژه رو توی زبان یونانی پیدا میکرد، یه موقع تو زبان پهلوی پیدا میکرد، یه موقع تو زبان هندی پیدا میکرد، یه موقع میرفت تو زبان عربی اونجا پیدا میکرد. بعد اینها ملغمه بود. شاگردانش که به استادشون باور داشتن تصور میکردن که این آقا به 8-9 تا زبون مرده و زنده دنیا تسلط داره. اصلا بلد نبود که تسلط داشته باشه. زبون رو پیش خودش خونده بود آقای فردی. زبونی که آدم نمیتونه پیش خودش بخونه که. میگن زبان مادری. بچه زبانی ها. چون فراگیری زبان به صورت توتیوار انجام میگیره. زبان رو بچه وقتی زبان یاد میگیره، بچه یه بچه هم قدرت تشخیص آواها رو داره، آواهای مختلف رو داره تا 6 ماهگی و هم قدرت فراگیری چندین زبان رو به طور همزمان داره. چون فکر نمی کنه، تکرار می کنه، توتیوار باید زبان رو یاد گیره. اما این زبانی که انسان به صورت توتیوار یاد میگیره، بعدن گرامرش رو میره پیش استاد فرا میگیره، بعدن زوایای مختلف صرف و نحو و عروضش رو یاد میگیره. این زبان زبانیه که در سراسر سلول‌های مغز سریان و جریان داره. یعنی انسان میتونه به اون زبان تفکر کنه. خاصیت زبان مادری اینه که محمل تفکر انسانه. اما زبانهایی رو که انسان در بزرگسالی میآموزه، اینها رو به صورت تعقلی یاد میگیره، نه به صورت توتیوار. به همین دلیل هرگز به جوهر این زبان‌ها دست پیدا نمی‌کنه. در یه سطح خیلی خیلی ناچیز اون زبان رو یاد می‌گیره. ممکنه که تعداد لغاتی که حفظ می‌کنه خیلی خیلی زیاد باشه. کتاب لغت رو برداره، روزی مثلا 5 صفحه‌ش رو حفظ بکنه. اما به فن و فوت و ظرافت‌هایی که در پس هر لغتی نهفته است، هرگز وقوف پیدا نمی‌کنه. و تازه زبان معمولش با اصطلاحات خاص در هر زبان تفاوت داره. به همین دلیل برای یه بچه دبیرستانی که حالا فارغ التحصیل دبیرستان شده، رفته دانشگاه سال اول نشسته و اصلا نه زبون یونانی تو عمرش یه کلمه‌ش رو خونده یا شنیده، نه نمیدونم زبان لاتین رو میدونه چی چیه، نه زبان پهلوی، نه فلان، یه نفر بیاد اونجا بگه آقا این لغت ریشش تو زبان پهلوی اونه، تو زبان یونانی اونه، خب اون بچه که نمیدونه فکر میکنه که اینطوریه، میگه عجب این چقدر چیز بلده. اما وقتی شما الان به این مفردات فردیدی، به این حرفایی که آقای فردید زده نگاه میکنید و اینها رو میسنجید با یه نفر، یه شخصی که فیلسوفه، فلسفه خونده، دکترای فلسفه داره و زبان یونانی زبان مادریشه، زبان لاتین هم بلده، این حرفای آقای فردیدو که میزنه میخنده به شما. یا زبان آلمانی همینطور، یا زبانهای دیگه. اما چرا ایشون رفت توی اتیمولوژی؟ به این دلیل که شما توی ذهن خودتون هر لغتی رو هر جوری دلتون بخواد میتونید معنی بکنید. یعنی خاصیت واژه ها اینه که میتونن توسط ذهن بازی بخورن، ذهن باهاشون بازی کنه، بازیچه و ملعبه ذهن بشن. اما اگر که اون واژه بخواد به معنی راه ببره و موجب تغییر و تحول عینی بشه، اون وقت دیگه نمیشه باهاش بازی ذهنی کرد، اون وقت باید تابع قانونمندی علمی بشه.
اینجاست که ما مشاهده میکنیم آقای فردی میاد و میخواد واژه های خودش رو تدوین کنه، واژه شناسی تطبیقی بذاره، بگه این واژه از نظر من این معنی رو داره، اون واژه از نظر من اون معنی رو داره، و همین رو به شاگردانش یاد بده و همین رو جا بندازه. یه عده زیادی هستن که با واژه ها بازی میکنن. آقای فردی اگر که واقعا یک فیلسوفه جا افتاده بود و در فلسفه جای پای محکمی برای خودش میتونست پیدا بکنه، هرگز کارش به بازی با واژه ها کشیده نمیشد. پس اینجا به دو نکته میرسیم. یه نکته اونی بحث کینه‌جویی، کینه‌ورزی و پخش تخم کینه و عداوت نسبت به مردم به دلایل مختلف. بالاتر از این پخش تخم کینه و عداوت و بدبینی نسبت به جامعه، نسبت به بشر، نسبت به جهانی که داریم توش زندگی میکنیم. سوم، حواله دادن شاگرد به پریروز معدوم و پسفردای ناموجود، بیزار کردن شاگرد نسبت به واقعیت عینی امروز و حواله دادنش به پس فردای ناموجود، که فقط آدم میتونه به عنوان یک بازیچه ذهنی. الان این شاگردان آقای فردی وقتی که مطالبی رو که میگن آدم میخونه، مطالعه میکنه یا در مباحث تلویزیونیشون دنبال میکنه، میبینه آکنده از نفرت و کینه است. نسبت به زمین و زمان کینه و نفرت و دشمنی دارن. چرا؟ چون یک چیزایی رو جزء مسلمات میگیرن که قطعا جزء مسلمات نیست، بلکه ذهن ساخته است. یک چیزایی رو جزء بدیهیات میگیرن که قطعا جزء بدیهیات نیست، بلکه اینها اینجوری تلقیش میکنن و این رو، اون چیزی رو که از نظر خودشون به عنوان یه امر بدیهی تلقی شده، اون رو به عنوان پیش‌فرض قرار میدن و بعد به زور میخوان این رو به همه اونای دیگه تحمیل کنن. یه نفر رو میگیرن میگن آقا تو داری با غرب کار میکنی، پس غرب گرا هستی، پس غرب زده هستی، بعد جاسوسی، پس خدمتگزار صهیونیزمی. اون میگه آقا من اصلا صهیونیزم رو نمیشناسم، من تا حالا جاسوسی نکردم، من متفکرم، من دارم کتاب می‌نویسم، دارم می‌اندیشم. میگن نه، تو باید اقرار بکنی و اعتراف بکنی که جاسوسی و جاسوس صهیونیزمی و نوکر صهیونیزمی. میگه آخه به چه مناسبه؟ اومدم یه دونه فیلم خواستم، یه سناریو خواستم بریزم درست بکنم، من کجا جاسوس صهیونیزمم؟ من اومدم طرح یه کتاب رو ریختم، خواستم کتاب بنویسم. من نویسندم، من متفکرم. میگن نه، یعنی نگاه بکنی این کسانی که توسط باند معروف به گروه خودسر در وزارت اطلاعات مثلا تو پروسه قتل‌های زنجیره‌ای از پا در اومدن، یه عده روشنفکر بودن. این روشنفکر رو داشتن کتاب می نوشتن. آقا شما اگر که نسبت به نظریات یک نویسنده ای ایراد و اعتراض داری، می تونی نظر اون رو نقد بکنی، اما وقتی که کینه داری، کینت از کجا اومده؟ کینت از اینجایی اومده که یک پیشفرضهایی رو به عنوان بدیهیات و مسلمات قبول کردی. بحث ما راجع به همون مسلمات غلط توه، ما داریم راجع به همون صحبت میکنیم. وقتی در افکار سید احمد فردی غوطه میخوریم، میبینیم که چه تاریات فاسداتی به بار آورده. اون کسانی که مرتکب اون کارهای فجیع شدند، شروع به شیطان سازی میکنند و بعد میگن این باید حذف بشه، باید از میون بره.
بیاییم با دو دقیقه همدلی در حال سکوت و با توجه به دل روی نیاز به درگاه بی نیاز آورده و نیازمندی خود را برای سعادت و بهبود احوال ایران و ایرانی به او اظهار کنی. خدایا درهای دعا در درگاه تو برای دردمندان و درماندگان باز است و هیچ کس از درگاه کرم تو ناامید نشده است. کسی جز تو نمی باشد پناهم، به جز تو نیست دیگر داد خواهم. به فضل خود که بیش از حاجت ماست، فزون بخشان چه دارم از تو درخواست. ای پناه بی پناهان، ای فریاد رس درماندگان، به درگاه تو زاری میکنیم، از تو فریاد رسی میخواهیم، به تو پناه میبریم و گشایش از تو میخواهیم. پناه آورم به تو پروردگار را، مکان ده در پناه خیش ما را. نیازی را که از تو چشم داریم تدارک کن که جمعی خاک ساری. همه عجز و نیاز آوریم سویت، مران ما را به فضل خود سکولت. اسم اعظم باز گردد با سلیمان، غم مخور، بشکند اهریمن از تعویذ یزدان، غم مخور. چرخ گردون را هم از دور و دوار نابکار، باز گرداند خدای چرخ گردان، غم مخور. هم تواند ماه زندانی کشاندن بر سریر، آن که یوسف برکشید از چاه کنعان، غم مخور. امتحان صبر چون شایسته دادی در بلا، نوبت شکر آید و تحسین و احسان، غم مخور. درد بی درمان رسد گاهی به درمان، صبر کن. کار بی سامان شود روزی به سامان، غم مخور. از محک روشن شود بهتر عیار نیک و بد، دل سیاهان می شوند آخر پشیمان، غم مخور. ناامیدی کفر باشد تا شبستان ضمیر روشن است از چل چراغ عشق و ایمان، غم مخور.